خب این کلیات پرونده شکایت عباس علی کریمی بودی. چایی تو بخور یخ کرد. بری چشمم، چشم میخورم. اول اینکه من خیلی خوشحالم که کنارتون هستم و دومی که من از جزئیات مسائل اقتصادی خیلی سر در نمیارم، نمیدونم به درتون بخورم نخورم. مرد حسابی، ماجرای فساد داماد وزیر رو تو رو کردی، بعدم میگی سر در نمیاری. والا من فقط چسبیدم به پرونده. درسته خود بازپرس یه جایی ناامید میشد، ولی خب من کوتاه نیومدم. حالا جالبش اینجاست تهش هم نفهمیدم این جزئیات کسافت کاریاشون چیا بود. من همین رو میخوام، یکی که بچسبه ول نکنه. یعنی یه کنه مثل من دیگه. آها دویدم. پرونده رو بردو بیاد. همینو برو چشمم. حالا این جزئیات مسائل اقتصادی رو من سر فرصت خودم بهت یاد میدم. بیا بگی بشین. بله چشم. با اجازهتون. بشین. درست این پرونده ها رو مطالعه کن. سر فرصت ما با هم دیگه صحبت. چشم. فقط جسارت هم من یه خواهشی داشتم ازتون. بگو. اگه اشکالی نداشته باشه من یه نیم ساعت دیگه باید برم. چیه درگیر یه پرونده دیگه ای؟ نه والا درگیر امر خیرم. بله. مادرم میخواد برام به اجبار البته زن بگیره دیگه، مجبورم این چند وقت پشت سرم برام خواستگاری. اصرار مادر ها؟ یعنی خودت نمیخواد زن بگیری؟ چرا؟ ولی به نظرم باید موردش باشه دیگه. به نظرم هر چیزی تو بهترین زمان خودش اتفاق بیفته خیلی بهتره. آخه پسر خوب، اگه تو خونه بشینی که موردش پیش نمیاد. بفرمایید. حالا ما این چند وقت بریم پله مادرم نشکنه. سلام ببینیم بعدا چطوری میشه. فقط این خواستگار بازی ها که بعد از ساعت. برو چشم. مرسی. حاجیلو به عنوان ضابط پرونده شکایت عباس علی کریمی با ما همراه. یعنی دیگه کمکتون نکنم؟ هر موقع لازم شد خودم بهت میگم. الان باید بریم با دو نفر صحبت کنیم. در مورد چی؟ در مورد این پرونده قتل دیگه. سرگرد زندی مجبور شده از تهران بره بیرون. خدا حافظ شما. آقای حسینی یه لحظه معذرت می‌خوام. بله. ماشین منتظره. برو میام. بفرمایید. آقای نوی تماس گرفتن و گفتن در مورد شرکت درخشان سازمان بازرسی اصلا اون موقع ورود نداشته. مدیر عاملش هم که 6 ماه پیش عوض شده. گفتم وقتی ضمانت نامه ها از طرف شرکت درخشان پذیرفته شده مدیر عامل یکی دیگه بوده. خیلی خب برای این مدیر عامل جدید احضاری آماده کنید. بله چشم. وای صادق این پرونده ها چرا اینجا سر بایگانی نکردی؟ اینا رو امروز ارجاع دادن شعبه. قدیمی ها بایگانی شدن. من به معاون دادستان عرض کردم پرونده زیاد داریم. خیلی خوشحال نداره. حداقل بذار تو اتاق من اینا. خداحافظ. خداحافظ. چیزی شده آقای حسینی؟ نه. آخه یهو بهم گفتید دیگه تو پرونده عباس علی کریمی نیستم. حواست به همین پرونده باشه، اگه نباشه همین هم ازت میگیرن. دلیلشو بهم نمیگی؟ حالا به موقعش بهت میگم. اینم رسید. خیلی ممنون. نگفت چرا یکی دیگه میاد موتور رو تحویل میگیره؟ گفت میخواد بره سفر. پای تهران نبوده موتور میخواستش کار؟ مفتشم. من مفتشم. او چرا نمیگه خودش میگه؟ بله حق با شماست. حالا کی اومد موتور رو تحویل گرفت؟ لا اله الا الله. چند روز بعد پسرش اومد این رسیدی که الان دستته به من داد موتور رو برداشت و رفت. موتورش چش بود؟ جیگلورش گرفته بود، آب تو کاربراتش. وقتی هم مستقر شدم دیدم که یه همچین نیمچه تصادفی هم کرده، چون چرخ جلو رینگش تاب برداشت. خودش نفهمیده بود یعنی؟ حتما نفهمیده کنم. خیلی ممنون. پایش. خب چرا به پسرش گفته برو موتور رو بگیر؟ شاید سرش شروع بوده. شاید. البته در مورد تصادف تا حالا به ما چیزی نگفته، به تعمیرکار هم نگفته. دور بزن بریم تا همون خیابونی که موتور سازی بود. چشم. عجب درد سری شده. دنبال چیز خاصی میگردیم؟ تا واسط به رانندگیت باشه. هله هست.
از این جهت پرسیدم که در جریان باشم. جنبه آموزشی منظورم. باید بگردیم ببینیم این دوره بر دوربینی چیزی هست یا نه. اگه دروغ گفته باشه با دوربین دروغش رو میشه. درسته؟ آوار کلا. هر چی هست همینجاست. تعمیرکاره میگفت لبه چرخ موتورش زیاد بوده. سوار موتورم نبوده. همینجا با تصادف کرده باشه. چشم چرخون ببین. دوربینی چیزی میبینی اینجا؟ چشم. بدیم به آجام احمیدی. چشم بسیم. حتما بگیم. سلام حامد. سلام. صبح بخیر. صبح بخیر. کار خوب پیش میره؟ ای که پرونده لیزینگ بهم ارجاع شده که میدونم خیلی گرفتارش میشه. همینه دیگه. هر چی کار سخته پرونده سخته میدن دست شما. والا حاج آقا حمیدی واسه آدم جای نفس خور نمیزه. خب چرا باش سدی؟ بیا تو، بیا تو. حامد از این پرونده یه صندوق کابوس چه خبر؟ خود شما که در جریانی تحقیقا داره میکنی. تحقیق؟ من؟ چی؟ خبرش رسیده خوش رزم و سینجین کردی. مرد حسابی اسمشو بردی منم احسارش کردم دیگه. چه حرفی میخواستی ازش بشنم؟ من که گفته بودم بهت میشناسمش. سرم پرونده بندر عباس دیگه. حالا اتفاقی توی راه رو دیدمش دو تا سوال ازش پرسیدم. من نمیدونم اومده چی بهت گفته. حالا تونستی چیزی ازش بفهمی که به درد من بخوره؟ نه چیز خاصی نگفت. فقط حامد جان ببخشید این پرونده نباید خیلی کش پیدا کنه. مردم بدبین شدن. ابعادش خیلی پیچیده است. راستی تا از قاسم چیزی به تو گفته؟ قاسم که؟ بچه همسایه طبقه بالایی مونه. وقتی میاد پیش ما باهاش همبازی میشه. نه حالا اتفاقی افتاده طوری شده؟ نه خیلی هم با هم صمیمی شدن. مدام نقاشی میکشن. اینا هم وقتی نقاشه طه رو دید گفت خیلی نسبت به سنش خوب میکشه. خواسته ببخشید دیگه ما همشه برای شما زحمت داریم. نه بابا این چه حرفیه؟ خیلی وقت بود که تو خونه ما صدای بچه نپیچیده بود. حامد این تاها پاشو کرده توی کفش میگه مدرسه نمیرم. از اون بر دکترش گفته باید پروتز بپوشه. اصلا اوضاع رویش هم جوری نیست که الان اینو بهش بگم. نمیدونم چیکار کنم. نگران نباش. بسپار به خالش. خوب بلده حلش کنه. من هم یه فکرایی دارم. در مورد؟ تا یه فکرایی که مهدی خانم انقدر اذیت نشه. تو هم ذهنت درگیر نباشه. چه کاری؟ والا حدیث داریم میگه که تا وقتی که میخوای کاری رو انجام بدی و به سرانجام نرسیده جار نزنی. وقتش که شد به سرانجام که رسید بهت میگم. خب
آها میگم اگه در مورد این پرونده کاوش کمک خواستی بهم بگو. حتما ازت کمک میگیرم. شما هم اگه خواستی با افراد مرتبط با پرونده من صحبت کنی حتما منو در جریان بذار. بله ارادت. خدا نگهدار. میخوام در مورد ضمانتنامه 115 میلیاردی که شرکت نفت درخشان دریافت کرده برام توضیح بدید. ضمانتنامه مال 2 سال قبل. خدا خیرتون بده که بالاخره ورود کردید به این ماجرا. ببخشید. یعنی چی؟ آخه فقط همین یه ضمانتنامه نیست. ما به هر دری زدیم که بتونیم ماجرا رو حل و فصل کنیم و پولی که شرکت درخشان طلب داره رو وصول کنیم نشد. چند تا ضمانتنامه بوده؟ 4 تاست. که حدوداً میشه 300 میلیارد تومان. چرا به جایی نرسیدید؟ من متوجه نمیشم. مگه شما در قبال این ضمانتنامه ها چه میدونم روغن و قیر و سایر فرآورده‌های نفتی رو تعویض نمیدادید؟ چرا بخش اعظمش قیر بوده؟ اما بانک نمیاد بابت ضمانتنامه‌ای که به شرکت طرف قرارداد ما داده با ما تسویه حساب کنه. یکیش همین شرکت مورال دیده سباست. جناب مهندس من خیلی متوجه نمیشم. به طور مثال الان در مورد این پرونده‌ای که دست منه، شرکت مارال دیده سبا به مدیر عاملی عباس علی کریمی، این ضمانتنامه 2 سال قبل صادر شده. چرا اقدام نکرد؟ من کلاً 6 ماهی که مدیر عامل اینجا شدم. خب این مدیر عامل قبلی اصلا براش مهم نبود این همه طلب داره؟ نمیدونم. من از همون هفته اول که حکمم زدن افتادم دنبال ماجرا که طلب شرکت از بانک وصول کنم. اما نشد. خانم پناهیان، آقای حاجیلو اومده؟ بگو بیاد تو اتاق من. عزیز من چرا شکایت نکردی؟ خواستیم خودمون حلش کنیم که به جایی هم نرسیدیم. بفرمایید. سلام. سلام. آقای حاجیلو، ایشون مهندس مهدوی مدیر عامل شرکت نفت درخشان. همین الان باهاشون برو شرکت. هر چی سند و مدرک دارن در مورد این ضمانت‌نامه ها و محصولاتی که تحویل دادن همه رو بردو بیار. آقا من نمیتونم همچین کاری کنم. اون اصلا تنها چیزیه که ما میتونیم باهاشون پیگیری کنیم. عزیز من الان میخوام پیگیر ماجرا باشم. رسیدم بهشون بدیم. چش. فقط خواهشان برای من مشکل ایجاد نشه. عزیزم مشکل ایجاد شده. شما ممکنه وارد ماجرایی شده باشه که اصلا ته نداشته باشه. بفرمایید. بفرمایید. باید بذارم. سلام آقا صدرا. سلام لوید. کی میای دادسرا؟ اگه حضوری دادسرا خدمت برسم فردا صبح اول وقت. نمیخوام. ببین برو سراغ این آدمایی که همراه عباس علی کریمی رفتن اداره ثبت شرکت‌ها شرکت ثبت کردن. ما که اسامیشون رو نداریم. خب در بیار دیگه اسم و نشونی. آها یه شرکتی ثبت شده به اسم مارال دیده سبا. مدیر عاملش همین عباس علی کریمیه. هیئت مدیره شو در بیار. باشه. خداحافظ. زنده باشی. لطفاً بفرمایید. گفتم پرونده‌ها رو براتون بذار روی میز. ببخشید من سرم شلوغه. خودتون پیداش کنید. فقط حکمتون رو میتونم مجدد ببینم؟ بسیار خوب. بفرمایید. سلام نوید. به چیزی رسیدی؟ دارم پرونده ها رو نگاه میکنم. خب اسم و نشونیشون در اومد خبر بده که همین امروز براشون احضاریه بزن. باشه ولی به نظرم احضاریه نزنی.
چرا؟ حالا شما که نذاشی من پرونده رو کامل بخونم. ولی تا همین حدی هم که نگاه کردم فکر میکنم اینا با احضاری فرار کنن. خب میگی چیکار کنم؟ حکم جلب بزنی. با من پرونده هنوز بر خودم واضح نیست. چی شده حکم جلب بزنی؟ بالاخره بدهی دارم. متهمم. میاریمشون دادسرا، شما باهاشون صحبت میکنی. اونجا میشه فهمید آدمای در رفتن هستن. خیلی خب، حالا بذار ببینم چی میشه. فعلا. خدا. عکسا که آبرو مدرسه‌مون میره توی دارم برامون درد سر میشه. نام و نشونی از مدرسه تو صفحه نمیذارم. اگه یکی پیدا بشه یکی از این بچه‌ها رو تو عکسا بشناسه بعد بفهمه که از مدرسه ماست بره به اداره گزارش بده، میدونی چی میشه؟ خانم عبدی چرا قضیه رو امنیتی میکنی؟ امنیتی نیست ولی حیثیتی که هست. عکسایی که بچه‌ها توشونن من استفاده نمیکنم. حالا اگر 1% شد ایموجی میذارم روش. اصلا بنده تعهد میدم خدمتتون هر اتفاقی افتاد مسئولیتش پای من. خوبه؟ جدا؟ بله. بسیار خوب. بفرمایید. واقعا تعهد بدم؟ خودتون گفتین خانم رحیم‌پور. بی خودی داری خودتو گرفتار میکنی. این کارا هیچ فایده ای نداره. همینجا نگه دارم. تشریف بیارید جلوی در. اومده. سلام آقای اندلیب، شما با آبیه. با کدوم اندلیب کار داری؟ با شما، سیروس اندلیب. خب شما که اینقدر اطلاعاتتون کامله باید بدونید دیگه، سیروس یه داداش دوقلو داره. الان هم سیروس رفته سفر، من هم داداش دوقلوش هم مثل هم بهروزه. ببخشید. خیلی خوب. بیا. اومد. سیروس هم داره. به جون هفت و بچه هم من خرچی دارم، همش مصرف شخصیه. میدونی خب من سردرد دارم دیگه، اگه نزنم میگیرنه آخه. داستانیه. دروغم که میگی؟ نه به جان خودم، دروغم چیه؟ من داداشم مسافرته، من فقط هول کردم یه خورده اسما رو جا به جا گفتم. یعنی من خرد حکم جلب که میبینم رنگم میپره، همه شخصیه جان خودم. ما با اعتیادت کاری نداریم. همین دیگه، هر کاری هم داشته باشین تش خط میشه به اعتیاد. گفته باشم من اگه بیفتم زندان قطع به یقین میمیرم و من خونم میفته گردن شما. نگران نباش، ما کارمون رو بلدیم، مراقبتیم. مراقبم. اسمایی داریم یه سمت شما، دستگیرش کنید. بایسا 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 بایسا
آقا شما که اینقدر شعورتون بالاست دم شما هم گرم. لطف کنید به این مأمورات میگه زحمت میکشن خسته هم نباشن اومدن منو گرفتن، بگید که جفت پای که میگیرن آدم با مخ میره تو زمین. آج آقا با مخ که بری تو زمین ضرب مغزی میشی، ضرب مغزی که بشی چی میشه آج آقا؟ میری تو کما. من بدشانس برم تو کما مرگ مغزی هم اولا پشت پا نبوده، بعدم وقتی فرار میکنی حتما یه ریگی به کفشت هست دیگه. آج آقا قربونتون برم، شما که نبات میدی دست آدم، دستور میدی چای سنگین بریزن، خب تابلو یه ریگی به کفشمه دیگه، یه حرفی نمیمونه که. خیلی خوالا برگرد سر همون داستانی که تعریف میکردی. چشم. خدا رو شد آدم خیر زیاد داریم، هرچی که نداریم ولی خیر تا دلتون بخواد داریم. آجا تجربه کردم میگم، آجا آقا مسکن دارین؟ نداری. نداری. یه چند ماهی بود میرفتم جلوی در یه رستوران میشستم، آجا آقا سوال میزدم بشقاب مردم. دلتون نخواد روزی دو تا نهار میخوردم، سه تا شام. اون موقع زنم من از خونه انداخته بود بیرون. آلو نفر دیگه میخوایم. شیش نفر. نه نفر. یکی هم واسه هیئت مدیره اون شرکتی میخوام که قولشو به رزبانی دادیم. اون حل آقا. کار ثبت آنلاینش انجام شد. نه دیگه. معطل همون عضو هیئت مدیره. به نظرم بی خود خودمون رو محدود کردیم به تهران. یه سری وری برو. تو تهران زیاد هیئت مدیره بستیم. اون وقت یه وری یعنی کجا؟ برو از یه شهرستانی، روستایی چند نفر رو قطع کن، هم طبقهشون کمتره هم اگه مشکلی بیش بیاد در دسترس نیستن. اون پسرموت بود چی شد؟ عباس علی. عباس علی هماهنگه، به خطش کردم. سلام آقا. بشینم جور زمین. بله چشم. چی میخوریم؟ کوبیده جوجه ماهی خورشتی هم هست. هرچی کلمتونو مشتی. آقا بسر. یه پرس کوبیده با مخلفات. چشم. نوشابه بوتی دمت گرم. چشم. چرا خودتو اسیر مواد کردی که حال روزت این باشه؟ این حرفو نزن آقا. نه نکن سرت نیاد. چون آدم خوبی هستی بهت میگم. آدمیزاد عقل و شعور داره. میدونه نباید بره سراغ چیزی که زندگیشو تباه میکنه. منم داشتم. عقل و شعور زیاد. تولیدی داشتم تو جمهوری. میشه پنج تا بچه بزرگ کردم. طمع کردم آقا، طمع. رفتم بار دروش بیارم از استانبول. هرچی که داشتم و نداشتم گذاشتم رو هم، دو برابرش قرض کردم.
دروغ همش سود شد رفت تو هوا. من خوردم به طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا. شانسیت گل باشه میخوری به دور اول همه چی. دور اول نظام جدیدم بودم، اصلا نفهمیدم تو مدرسه چی خوندم. منو میبینی آقا؟ من نماینده تمام عیار همه دهه شصتی هم. منم دهه شصتی هم. من آخرش هم جوون، تو اولش. فرق میکنه. پس درسم خونده، قد دیپلم، پیش دانشگاهی، کاروبار حسابی داشتم. آدم کار کردن هستی؟ کدوم ملاقی به من خرکار میده؟ آقا غلط کردم واسه این موقع ها گذارم. آقا عرض ادب. خدمت شما. راضی به زحمتتون نبودم آقا. آقا دلار میخوام چیکار؟ همون ریال به ام بدین. ما دستمزد همه رو به دلار میدیم. حالا ما یه دوباری ترکیه رفتیم، ولی اونای دیگه از بیخ تعطیل بودن ها. شما ریال بده خیالتون راحت بشه. سر این خیابون یه صرافی هست، برو اونجا چنجشون خیالت راحت میشه. نه آقا خیالمون راحته، مثل اینکه چاره ای نیست. چشم گوش به زنگم باش، کارت داشتیم تماس میگیریم. چشم خداحافظ. سرالی دمه شما گرم آجا، یه جون میگی سرالی انگاری یه چیزی تو این چایی ریخته بودین. آجا من زحمت کم میکنم. آجا من شتی بوتی با من، من که بهتون گفتم از چیزی خبر ندارم. من این برخورد رأفت اسلامی شما رو دیدم و انگاری یه چیز از پس کلم خود معرف برم کم و این زرمایی رو بذارم کنار. چقدرم خوب دیگه نیومدن سراغت؟ کیا؟ نه یعنی اومدن، کار خاصی نداشتن آجا. کار غیر خاص چی داشته؟ کار غیر خاص با هم رفتیم با هم همه هنگ کرده بودم من برم دست چک بگیرم خدمت شما. یعنی خودشون نیومدن؟ چرا؟ یعنی نه اومدن با من، ولی گفتن یه قرار دارن جلوی بانک اونجا منتظرن تا بیا. آقا امینا دارین؟ خدا نگهدار. ولی آجا چه برو بیایی داشتن، چه برو بیایی. همه هنگ کردم من برم دست چک بگیرم، من دیگه نمیدونم میخواستن چیکار کنن. که کیا بیرون بانک منتظر بودن؟ یکی از اون دو نفر اول بودم با یه نفر دیگه. آجا اون نسنسا اسم آدم نمیگفتن که. خانم فناییان، به آقای نوید بگیم بیان اینجا. خب بعد رفتم با دست چک رو گرفتم همه رو امضا کردم دادم. فقط یه خورده جو انگار گیر و گور داره. این هست، این خب پشمالو بود، ابروهاش پرتر بود، موهاش بلندتر بود. اینم اینقدر داغون نبود. نوید دستورشو می نویسم بفرستش تشخیص و هویت پلیس آگاهی، هرچی از چهره اونا یادش میاد و کامل کنم. میگم آیا قاضی من آزادم دیگه بعدش. ببین کمکمون بکنی تو تحقیقات، منم تو دادگاه و میزان مجازات کمکت میکنم. دم شما گرم که هوای ما رو داری.
ماده 195 قانون آیین دادرسی هواتو داره. دم 195 هم گرم آج آقا، یعنی بعدش دیگه تایتش آزاد میشم دیگه. از تهران بیرون نمیری یا؟ کجا رو دارم برم آج آقا؟ من خیلی راه دور برم. یه نشونی برات میفرستم، دوربین جلو درش همین امروز چک کن. به تاریخی که خانم پیوسته به قتل رسیده، 5 آذر. اوضاع صندوق روز به روز بدتر میشه. شکایتو پس میگیری، دهنت هم میبندی. طرف از ایران رفته. رفته یا فرار کرد؟ خواست زنگ بزنه به موسا، گوشیش از دستش گرفتم، ترسید فرار کرد.